سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارهمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب پنج شنبه 24 خرداد ماه ایرانی برابر با 13 جوان 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و سایر خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان حسب انتظار این روزهای فضای ایران تمامی مطبوعات چاپ تهران همان گونه که می‌بینید تماما انتخاباتی آراسته شده نه تنها فقط مطبوعات که سایر رسانه ها نیز به واکنش نخواستین و دومین گفتگوهای تلویزیونی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص داشت البته این جانب به فعل و انتخاباتی خواهم پرداخت که دو, تا خبر هست قبل از بحث انتخابات قبل از انتظارات از پزشکیان قبل از تهیج و بسیج شدن اردوگاه‌های های اصلاح طلبان و همینطور بعضا چشم قرر رفتن های اردوگاه های اصولگرایان علیه استادلوان روی هم رفته بازی های انتخاباتی نظام ولایت فقی که مشخصا در برخی از روزنامه های مراکز قدرت مثل خراسان می دیدم که سمت سور و سو رو به سمت رقیب اصلی یعنی آقایان قالیباف و پور محمدی هم سوق می دادند و دیدم که از پور محمدی هم برخی از رسانه های دست راستی افراتی مثل خبرگزاری مهر یک چهره خیلی مؤثر و پرپیشینه در تاریخ یاد میکردند از مذاکره با صدام میگفت و مسئله که حالا من اینا رو آماده کردم که در طول 25 دقیقه پیش روی با شما به گفتگو بنشینم و همینطور سفرهای رستانی آقای جلیلی حالا من اول قبل از اینکه همون گونه که اشاره کردم به انتخابات بخوام اشاره کنم یک خبری رو فقط میخوام جنس جمهوری اسلامی رو متوجه باشید و اساساً جهان سیاست که در داد و ستدهایشان دست به چه کارهای فرمالیته و نمادین هم میزنند دیدم خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی با یک ذوق و شوق حد اکثری از حمله پلیس فرانسه به مقر پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران سخن گفته بود البته خب حسب ادبیات رسمی در جمهوری اسلامی نوشته شده بود که حمله پلیس فرانسه به مقر گروهک تروریستی منافقین البته این جالب اظهار نظر در رابطه با جایگاه سازمان مجرم خلق نخواهم داشت چرا که من اساسا به دفعات گفتم اساسا تبار 57 رو همسو و همسود میبینم جایی هم که به هم به مشکل خوردن اونجا همسودی بوده که به گسست خورده و الا در غیر این صورت تمامی اهم چپ و مذهب و مجدین خلق و رجوی و غجری و خمینی و همشون اصلا یک تبارن یک جنینن اصلا درد مردم ایران هم نه اصلاح طلب نه اصولگراست نه رجوی نه قجریه درد مردم ایران دردی بوده که یک نظام آبرومند شکوه آفرینی رو داشتند و جماعتی مجعول و تبهکار آمدند از ملت رو بودند و رفتند و هنوزم مدعی هن. از این منظر پس درد اول ما مردم ایران قطعا چگونگی برخورد فلان پلیس با فلان گروه خمینی همراه بعدن بریده شده در پاریس نیست اما من میخوام چه مطلبی رو اشاره کنم کوتاه اشاره بکنم که رسانه های فرانسوی گویا خبر دادن که پلیس فرانسه یکی از مراکز گروه مجاهدین خلق در پاریس حمله کرده حسب گزارش صدا و سیما جمهوری اسلامی که خیلی با ابو این خبر رو منتشر کرده بود عنوان کردن رسانه های فرانسوی که جمهوری اسلامی بارها از فرانسه مطالبه برخورد به منافقین به تعبیر این روزنامه به دلیل اقدامات ضد امنیتی و تروریستی این گروهک رو داشته و خواهان پایان میزبانی فرانسه از آنها بوده اما در پشت پرده چه میگذشت این خیلی جالبه چرا فرانسه به طور نمادین و نمایشی هم شده مثلا یک دفتر کار سازمان مجاهدین خلق اساسا خب اونا که منتقل شدن به آلبانی هستن یه دفتر کاری از دوره قدیم در فلان کوچه ای داشتن پلیس فرانسه با اون هماهنگی هایی که داشته و وعده ای که داده چرا یک گروگان فرانسوی در تهران آزاد شده کاملا امتیازدهی و باجگیرانه بود حد اقل یک بار تبلیغاتی به نفع جمهوری اسلامی در این مقطع صورت گرفته همون گونه که اشاره کردم این خبر مقارن شد با آزادی آقای لوئی آرنو شهروند فرانسوی که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه اعلام کرد که لوی آرنو شهروند فرانسوی زندانی در ایران آزاد شد رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که لوئی آرنو آزاد شد او پس از مدت حبس در ایران فردا در فرانسه خواهد بود ایمانوئل مکرون از میانجیگری عمان و تمام کسانی که در آزادی لوی آرنو نقش داشتند تشکر کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین از جمهوری اسلامی خواست سیسل کوهلر، ژاک پاریس و اولیویه دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را بدون قید و شرط آزاد کنند. حالا آقای مکرون خودشون در پس پشت پرده چنان تعامل میکنند که اینگونه میگه بدون قید و شرط جمهوری اسلامی تا یک امتیاز تبلیغاتی مثل همین مسئله حمله به مقر سازمان مجد یک در واقع امتیاز پولی نگیره که به این اینا رو ول نمیکنه در هر روی لوی آرنو شهروند فرانسوی که در پاییز 1401 در ایران بازداشت شده بود به اتهام تبلیغ علیه نظام نظام اسلامی در واقع در تهران به پنج سال زندان محکوم شده بود از این شیوه های آدم ربایی همیشگی که شما آگاهی دارید که سازمان های تبلیغاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مرتکب میشن تا جایی که <تصفح> پوزش میخوام آقای محسن رضایی صراحتا اعلام کرده بود که میبایستی بخش از بودجه کشور رو با آدم از توریست های غربی در واقع تأمین کنیم خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب نمیدونم به روزنامه ها نگاه کنم چرا که روزنامه ها هم همه انعکاس وضعیت انتخابات هستش خب آلمان امروز یک نگاهی میاندازم من خیلی و همون گونه که در هر شبم اشاره میکنم راغب به انعکاس خبرهای انتخاباتی نیستم جز اینکه برم آن سوی خبر رو ببینم و کمی نظر رو ببینم در هر روی تمامی روزنامه های نزدیک به اردوگاه اصلاح طلبان از آقای پزشکیان می نویسند روزانه شرق رو می بیدیم که در گزارشی تحت عنوان سبد داغ پزشکیان اشاره داشت و نگاهی داشت به تعبیر خودشون به دومینوی انصرافی ها در انتخابات پیش رو در صورت کنارگیری برخی از نامزدهای ریاست جمهوری سبد رای آنها به کدام سو می رود این از جمله موضوعاتی است که خیلی امید بستن جریان های اصلاحی از اینکه انتخابات احتمال اینکه به دور دوم برود هست و از اینکه حتی در دور اول باز ما شاهد ریزش یکی دو نفر دیگر هم باشیم هست اما من نشانه شناسی که در اظهار مثلا یکی از این نشانه های احتمالی که باید کنار بکشه آقای زاکانی و آقای قاضی زاده هاشمی هستش من در نوع سخنوری و کلام آقای زاکانی نشانه هایی از بیمیلی برای ادامه حضور نمی بینم اتفاقا نوعی بازآفرینی به شیوه آقای احمدی نجات می بینم سراحتا اومده در گفتگوی جدید الان خب اینو نشون بده من اول سا... سا... آره تایم رو نگاه کنم گفتگویی که داشته سراحتا از وعده گوشت نصف قیمت و هدیه دادن گوشت به در خانه شهروندان تهرانی سخن گفت همون کاری که سیب زمینی رو آقای احمدی نژاد و با بن کتاب به برخ معلم های ایرانی داده بود و اونو برگرده بودند، برگردن گردنده بودن به بن های 25 هزار تومانی و سپس اقتصاد صدقه ای که در همون صندوق های سیب زمینی به برخی از خانواده های پایین دست ارائه شده بود همین کار رو در سطحی دیگر آقای زاکانی داره میکنه کوتاه ببینیم که وعده گوشت میدهد تحت... خب شهردار تهرانه این جایگاه رو داره کنیم انشالله روزهای آینده مردم عزیز در کلان شهر تهران کامشون شیرین میشه به خدمتی که در به منزل تحویل میگیرن یعنی ما امروز مثلا تو میادین خودمون گوشت رو داریم نصف قیمت میدیم 319 هزار تومن داریم میدیم گوشت در واقع بسیار مطلوب رو ران رو داریم ولی تو بازار ممکنه 650 700 750 تو بازار آزاد باشه ما خب این رو داریم روزی 120 تن داریم توزیع میکنیم و داریم افزایش میدیم یه کسی میتونه بیاد صف بایسه بگیره و بعد هم روزی یک میلیون کاسب باشه بده بیرون بده اگه نخواد خودش مصرف کنه خودش مصرف کرد نوش جانش اما این شده یک شغل برای بعضیا چقدر زشت و زننده هست چقدر سطح و کرامت و شعونات یک ملت رو پایین آوردن که آقای زاکانی بشه شهردار شهری که مثل تهران و بگه که در آستانه خب نامزد ریاست جمهوری شد میگه گوش توضیح میکنیم بیرون صد هزار تومانه کسایی بخوام اصلا اصلا ادبیات یک ادبیات همون دور زدن تحریمه آقای خامنی قایت اقتصاد مقاومتی زاکانی است خیلی عذاب آوره که شهردار یک شهری مثل تهران بگه که گوش توزیع میکنیم مردم بیان صف وایسن بیشتر هم گرفتن مهم نیست بازار خودشون بفروشن دوباره از این کاسبی کثیفی که ما میکنیم اونا برای خودشون کاسبی کنن ایران رو به اینجا رسوندن و اینها نمایندگان اقتصاد هستند، اینها نمایندگان رویکرد اقتصاد جهادی و مدیریت مؤمنان هستند دور زدن تحریم کاسبان تحریم میگه گوشت رو همه جا 800 تومان ما میدیم 100 خورد 120 تومان میدیم که هزار تومان بیاید صف وایستید اگه خودت هم خواست مصرف نکنی تو بازار آزاد دوباره بفروش بازار سیاه را بندازید جنگ همه علیه هم کرامت کشی شأن شکنی خیلی دردناکه یعنی اصلا از منزلت جامعه ایرانی به این سمت میره که زاکانی باشه شهردار تلخه اصلا ادامه میدیم با عرض معذرت من بعضی اوقات اصلا این فاسدان و ناکسان و نورسیدگان رو که خبرشون رو ناگذیر میشن منعکس کنم درد تمامی وجود خود من رو فرا میگیره اما الان با شرایطی که در در مفضارهای موبایلی هستش و با امکانی که وجود داره قدر و سهم نیاز مردم رو مردم رو در به منزلشون میخوایم تحویل بدیم و اگر هم خواستن میتونن خودشون بیان دریافت این کار علت دوام هست آیه بله بله بله, بله, چون بله مربوط به این ایام و انتخاباتی بودن نه بودن نه, نه بکنن. اصلا ربطی به الان نداره این 7 8 ماه پیش با دولت ما مطرح کردیم زیر ساختش از یک سال نیم قبل ما فراهم کردیم و دولت معلوم در واقع هیئت هفت نفره مشخص شدن به مسئولیت جناب آقای مخبر بنده و آقای منظور و آقای اسماعیلی مسئول دفتر هم جناب آقای رئیس جمهور خوبه که به یک بار مجری تلویزیون حالا واقعا اگه سوال نمیکرد که خیلی زشت بود اصلا برای یک روزنامه‌نگار زشت بود سوال کردین علا دوام آیا همیشگی خواهد بود یا حالا بحث انتخابات حالا که مشخص بحث انتخابات اینم گفت نه 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 ما از 7 8 ماه پیش فکرشو کرده بودیم ولی الان میخوایم بریم توی همین سی چه روزی که آقا می‌خواد رئیس جمهور بشه من خلاص این نشانه ها رو می‌بینم اولین نکته آن که بسیار بعید می‌نماید آقای زاکانی کسی باشه که بدون اخذ امتیاز مطلوب از سوی آقای قالیباف بخواد اصلا صحنه رو خالی کنه چون الان زاکانی و تیم ایشون خودشون رو برتر از قالیباف می‌بینن از این منظر برخی از گمان زنی ها و دلخوشی ها برای کنارگیری یا استیزاه یا نیمه راه کنارگیری افرادی مثل آقای خیلی قاطع نمیتوان گفت این مطلب رو ولی خب این مطلبی است که مطرح شده ادامه میده من در رابطه با از انتخابات سری برم به موضوع کودکان کار و فقرم یک نگاهی بیاندازم که موضوع خیلی از روزنامه ها بوده این آقا که فلان اینجوری گفته گفت من گوشت میدم گوشت میفروشم مثل محمود احمد نژاد که سیب زمینی میداد مثل محمود احمد نژاد که میگفت گوجه در نارمک حوالی خیابان ما ارزون تره تو ایام گرانی گوجه ها از این بحث میگذرم و خیلی فقط تلخی و تحقامی موضوع بر جای هست که ایران عزیز و منزلت و کرامت ملت ایران توسط چه مدیرانی که در واقع از طبقه دونپای شبه نظامی و دور زدن و با اصلا نوع ادبیات میمیک صورت وقتی میگفت که این شده یک شغل این رو شغل میدونن که مردم تو صف وایسن گوشتی که نیاز مبنایی جامعه هست رو میتونن همه جا تهیه کنن گوشت ارزانتر از آقای زاکانی بخرن و دوباره به خود مردم به خودشون بفروشن بحث رو میبندم برم به سمت کودکان کار که اونم رسما برآمده از اقتصاد مقاومتی و روی کرده مدیریت جهادی و مقاومتی است آنها رو نادیده نگیریم عنوان روزنامه شرق هست و از نشست کار کودک به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک در انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته بود از منظر این روزنامه دولت عامل اصلی معضل اشتغال کار کودکان هستش اتفاقا روزنامه جهان صنعت هم گزارش خیلی خوبی داشت بیمیل نیستم اون رو هم کوتاه یک نگاهی بیاندازم روح زخمی کودکان کار میبینیم از چالش های قربانیان کوچک فرق در کشور ایران اشاره میکرد خب این دیگر نمونه دیگری از کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است که مدام مدعی می شوند که در نقطه اقتدار حد اعلا قرار دارند و با نقطه زن کاری که سید می گفت با نقطه زن می دنیا رو زیر نظر خودش داشته باشند اما کودکان کار در خیابانهای تهران چشم هر ره رو قطعا می گذد و می آذارد. حالا من از محضر کودکان عزیزم اینجا عبور می کنم دور میشم برگردم مجددا البته روزگار رو هم دوست دارم ببینم به مباحث انتخاباتی با یست نگاهی داشته باشم روزنامه یه کیهان و جوان به انتقاد جریان های اصلاحی پرداخته بودن خب واکنش ها به اظهارات آقای پزشکیان در اشکال مختلف به طور وسیعی ادامه یافته اولین مناظره اولین البته اولی... گفتگو بوده مناظره که نه مطلب ایشان خیلی گویی و باب طبع برخ جریان های اصلاحی واقع نشده جوان و کیهان الان ما کیهان رو میبینیم در نقد به این بخش از اظهارات آقای پزشکیان و عباس عبدی که گفت که بحث کارشناس اقتصادی نیستم گفت چه کسی گفته رئیس جمهور باید برنامه اقتصادی ارائه کند کیهان به نقد روزنامه همیهن پرداخته بود که دیروز ما اجرا کردیم خب همیهن نوشته بود که به نقل از آقای عباس عبدی چه کسی گفت کار رئیس جمهور ارائه برنامه اقتصادی است همیهن از قول عباس عبدی نوشت آقای پزشکیان اصولا متخصص در اقتصاد نیست اما تفاوتش با نامزدهای دیگر این است که عدم تخصص در این حوزه رو صادقانه ابراز میکنه البته دو سوی جریان درست میگن یعنی آقای عبدیم درست میگه کار رئیس جمهور فقط وعده دادن برای ساخت یک مسکن یا توزیع پول نیست بایستی فراتر از اینها اقتصاد رو بداند و بفهمد ضمن که از نیروهای کارشناسی استفاده میکنه اما عباس عبدی اومده توجیه کنه آقای در واقع پزشکان رو کیهان هم اومده به گونه دیگر چون من میفهمم آقای عبدی یک هدف دیگری هم داشت که اساسا خواست بگه که همه خواست جامعه ایران روی کرده معیشتی محور نیست کیهانی ها سعی دارن بگن اصلا رئیس جمهوری بایستی بیاد که مسئله اقتصادی گوجه و سیبزمنی و مسئله از این دست رو درمان کنه اصلا کاری به مسئله دیگر نداشته باشد اینجا یک خط اختلافه روزنامه جوان اما یه مطلب دیگری رو داشت چالش اصلاح طلبان با مردم و حالا با نامزد رسمی روزنامه جوان در نقد اصلاح طلبان که یا به آقای پزشکیان حملاتی داشتن نوشته بود اصلاح طلبان از مجموعه کنش های نامزد انتخاباتی خود راضی نیستن خب اینکه طبیعیه در شرایط آزاد و برابر که اصلاح طلبان اگه میخواستن نامزد بدن که زیل آقای روح، روزی روزگاری روحانی و روزی روزگاری پزشکیان گرد نمیامدن درسته حالا پزشکیان رو تقبل کردن یعنی اصلا پذیرفتن که بخوان حمایت کنن یعنی در واقع به عنوان جریان اصلاح طلب اما آقای روحانی رو حمایت های معنوی دورادور میکردند و بی انتظار یعنی انتظار خاصی رو بیان نمیکردن مثلا حتی نمیگفتن ما چی میخوایم ازت یه جوری میگفتن روحانی بیاد که مثلا رئیسی نشه الان به این با این نگاه نیست نگاه اصلاح طلبان نگاه اینه که پزشکیان بیاد و اینها هم سهمی از قدرت بگیرن حداقل در سطوی معاونت ادارات در سطوی مدیران میانی به این روی کرد نگاه دارند فارغ از اینکه اصلا محال ممکنه بستر انتخاباتی دور آتی حتی پزشکیان بشه محال ممکنه که به باز آمدن مدیریت سیاسی اصلاحات منجر بشه در رابطه با اصلاحات نظام تصمیمش رو گرفته آقای پزشکیانم که دیگه آب پاکی رو دست همه ریخت گفت اصلا قرار نیست من کاری تازه بکنم امر حکم آن است که تو فرمایی به تبر مولانا گفت امر آن است که آقا بگوید اصلا ما آمده این که سر نهیم عشق وی را به سر بریم ما اومدیم که فقط تحقق منویات کنیم و عوامل دیگری نیست در هر روی روزنامه جوان در بخشی از این گزارش خود با نقد به جریان اصلاحی این گونه نتیجه می گرفت که هرچند برخی از ایشان هم متوجه ایراد و تضاد ویرانگر این واکنش ها شده اند و زبان به تحسینش گشوده اند اما در مجموع از نظر آنان نامزد رسمیشان با تز تضعیف نظام برای تن دادن به تغییرات همسو نبوده حالا به همین مقایسه پرداخت در رابطه با روحانی جوان خب روزنامه سپاه پاسداران بعد امنیتی داره یه جوری میخواست بگه که اساسا جریان اصلاح طلبان بخششون براندازن میخواد این نتیجه رو بگیره انتظاراتی که از یک نامزد خودشون دارن دیگه نبایستی نظام نوازانه باشه چرا که آقای پزشکیان ادبیات نظام نوازانه بود اصلا ناقدانه نبوده جوان اینگونه نتیجه میگرفت که اصلاح طلبان از هستن میخوان نفوذ کنن بعد نظام را از درون استحاله کنن گوی و پزشکیان این انتظارشون رو برآورده نکرده اینها به خشم آمدند و در واقع به نحوی از آنها به انتقادها برخواستند ادامه میدم من وقتی زیادی ندارم مطلب خیلی زیاده من چقدر ویدئو و فیلم آماده کرده بودم از هادی تهانل نظیف که در تازه ترین واکنش های خودش حالا شاید برانه فرداشب به اون اشاره کنم بازم این وعده رو نمیشه داد چرا که لحظه به لحظه مباحث انتخاباتی رنگ روی تازه به خودش میگیره حالا جالب اینجا بود که اینقدر انتقادها نسبت به روند بررسی صلاحیت از سوی شورای نگهبان زیاد بوده که باز هادی تهان النظیف آورده بودن و توضیح داده بود که ما مسلحتی عمل نمی کنیم یعنی باز از جای فرمان نمی گیریم محتمل اینو در برنامه فرداشب من اشارتی داشته باشم روزنامه یه آرمان ملی رو میبینیم که آقای پزشکیان رو اصلاح طلب عملگرا میخوان آقای محمود میردوهی هم گفت اصلاحات تمام قد از پزشکیان حمایت خواهد کرد این محمود میردوهی خودش یک نسخه غیر اصلاحی ورژن میانه هست یکی از معاونان وزارت کشور بود معاون حوزه اجتماعی و انتخابات الان به یادم نمیاد من خواستم آقای پور محمدی رو یک بخششون نشون بدم خیلی مطالب خاصی داشت ادعاهای گزافی کرد که من در وزارت کشور بودم چنین و چنان کردم اتفاقا اولا که دوره حضوریشون در وزارت کشور بسیار کوتاه بوده یکی از پرخسران ترین ای بوده که ایشون در دولت آقای احمدی نژاد یک سالی در وزارت کشور بوده حوزه معاونت عمرانی کلا با خاکستر یکسان شده بود و چند تا بچه های بسیجی از پایگاه با روی کرد اقتصاد مقاومتی که گفتم مدیریت مقاومتی آورده بود کرده بود حوزه معاونت شهری در حوزه معاونت عمرانی کسی یک فاجعه خلق شده بود رحمان رحیم مصطفی پور محمدی هستم متولد 1338 در دوازه سالگی طلبگی رو شروع کردم در 84 دولت نهم که آقای احمد اینجا رئیس جمهور شدم خب به عنوان وزیر کشور در خدمت دولت بودم خیلی کارهای مهم اونجا انجام دادیم و قابل توجه ببینید سهمی بندی بنزین که الان کارتای هوشمند بنزین که بینید اول از اونجا شروع شد به عنوان اولین پروژه بزرگ دولت الکترونیک بود من شروع به انتخابات الکترونیک کردم اولین شماره ملی تا زمان من 40 درصد توضیح شده بود یعنی شماره ملی به مردم داده شده بود من ظرف یک سال این 40 درصد به 98 درصد رسید رسوندم بسیار مایه حیرته که چقدر آمار دروغ میدن نیومده حالا خوبه که هنوز هستن کسانی که اینا رو میشناسن با اینا کار کردن تک مطلبی رو که بیمه نیستم خیلی کوتاه بگم و اشاره کنم بس یک تنش کوچکی است که در برخی از رسانه ها منتشر شده بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه برخی از روزنامه امروز ورود کردن روزنامه تجارت رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان اراده پوتین بر تقویت مناسبات اقتصادی با تهران است به همین موضوع پرداخته بود خود آقای باغری کنی سرپرست وزارت خارجه هم دیدم که جلوی ساختمان هیئت دولت که روزهای چهارشنبه گفتگوهایی رو با خبرنگاران صورت میدن مطالبی رو گفته بود گفت اینا شایعه هست ما بعدش از بریکس هم سخن گفته بود گفت همه ارتباطات خوب است حتی ما قرارداد 20 ساله رو داریم با روسیه به جد دنبال میکنیم دوباره پوزش میخوام به خاطر سرفه که دوباره داشتم و اساسا سعی میکردن که این رو مکتوم کنم در مکتوم کنند این در حالی است که ما شاهد آن بودیم برخی از های داخل روسیه گفتند که پوتین در واقع یک بازنگری در سیاست ادامه همراهی همه جانبه با جمهوری اسلامی داشته نشانه های این چند پارگی و شکاف اساسا بعد از قتل آقای رئیسی بیشتر شد بخشی و بعضی ها هم مرگ آقای رئیسی رو اراده رهبری نظام میدونستانند به علت نزدیکی بی ازن آقا به کرملین اینا هم مطالبی هست که میتونه منجر به تنش های فوق امنیتی بین پوتین و جمهوری اسلامی بشه البته اینا تحلیل, تحلیل تمام امنیتی رو میطلبه دانش حقیر در این حوزه قطعا حد اقل هست بر مبنای فهمی که از داده های حد اقلی میتوان نتیجه گرفت و گمان گرایی کرد و گمان زنی کرد طرح مطلب کردم و با این مطلب وقت برنامه شب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شانگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود